دریا که شدی مپرد این خانه کیست، بتخانه و میخانه و هر کعبه یکیت، باران که شدی نپرس این خانه کیست. درود و سلام و همه احساسات خداوند نسبت همه تون. دلم وصل به خدای روزگاری که تو زندگی میکنم و برام اتفاقات خوب بد خیلی افتاده تو این سالها، به دلیل باوری که دارم، پای این نوع باور عشقم به آزادی، به بچه های سرزمینم، به نویدای عزیزم، به ستارای عزیزم، به این دخترها، خواهران کوچولو، کیف میکنم اینا، میبینم مبارزه دارم میکنم، ولی وقتی اینا رو اعدام میکنم، وقتی نوید افکاری پریروز، آقای ترامپ یه روز قبلش یه توییتر داد، توییت داد دو روز قبل، علی خامنه ای دستور داد بلافاصله این بچه رو بکشن که بگه من انقدر ضد امریکایی هستم. حتی تو وقتی انسان میشی و انسانی و سیاسی تو همان با هم دیگه میخوایی که نوید رو ما نکشیم، عقده ها، بدبختی ها، ذلت ها، حقارت ها، چطوری خوردن های یه عمر تو حوزه این کار میکنه که امروز کرده. یعنی سر تا سر میهن دلبندم قرمزه، به قول بچه ها قرمزته، ولی چیکار میخوام بکنی؟ ببینید اینا یه سری قرص مرس وارد کردن و این قرص ها را چین وارد کردن برای خودشون. خلاصه مجموعه اینه که اینا که ما داریم میگیم روزه، داریم روزه میخونیم. بیاییم بریم سر اصل مطلب. توانا بود هر که دانا بود. این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشه، باور کنه. ایشالله همیشه زنده باشی استاد شجریان. با ربنایی که خوندی احساسات انسان رو متحر میکنی. کاری ندارم اون ربنا چیه کیه، اونو مبحثی جداگانه. صدای شما، نوع ملودی، اونگونه با هم درآمیخته اون چیزی که خلق کردی که شنیدم بعضی از دوستان میخوان خودشون رو گنده کنن، به پر پای شما میپیچن، حرفای گنده تر دهنشون میزنن. اشکالی هم نداره، میشه زد، ولی دوچار توهم نشی. شجریان شجریانه، شجریان یه چیزی رو خوند، ربنایی رو خوند که تا بشر زندگی میکنه این جغرافیا اسلامی و این ریختیه، این ترانه و آواز و این آوا و این چامه و چکامه و عشق اونچنان جریان داره در حوزه روحانیت دینی ملی ما. حالا فوش میدیم اینا اینن اونا اونن، همه اینا که ما میگیم مجموعش هم همه این درگاهیست که ما همه داریم با هم دیگه مشترکن داد میزنیم، فریاد میزنیم. خب حالا بازم همینجوری ادامه بدیم؟ من ادامه نمیدم. چرا ادامه نمیدم؟ من چیزی دیگه از زندگی نمیخوام، هیچی نمیخوام، فقط میخوام احتیاج کسی نداشته باشم، خدا رو شکر دولت امریکا، کشورم، کشور دومم از من حمایت میکنه، همه جوره از من حمایت میکنه و من نیازی به هیچ کسی ندارم. که حتی هرگز کسی ندیده این اتفاق بیفته که این گونه نیازها هم در واقع اون چه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج از احتیاجش، احتیاج ما سر احتیاج بایستادیم، با خودمون عملیات انتحاری کردیم و در پیشگاه تاریخ و زندگی و واقعیتی که هست، اونچه که هست رو بیان میکنیم، میگذاریم بمونه. این یه تفکریست، تفکر نوینیست، برایندیست از تفکر همه بچه های سرزمین ما. آقا لس آنجلس جمهوری اسلامی خورده، تمام. حالا در این جا اگر با جمهوری اسلامی به حرفی بزنید، به شهادت همه شما و کلیپی که به دادگاه خواهم برد، راستی جای شما خالی، پریروز دادگاه داشتی.
این آقای حمید شبخیز اسمشونم رسما میارم در پناه قانون و در حضور قانون و حضور یک مرد شریف، یک جاج جوان خوشفکر عادل. نه منو میشناخت نه اونو میشناخت. اون رفته بود یه وکیل مکزیکی گرفته بود. میدونه چرا؟ به قول مهدی زکایی دیشب گفت مسعود بهش بگو تو این شهر رفتی بشه هر وکیل ایرانی رفتی گفتن مسعود چون جوانیش گذاشته با شما که رفیقاشین میجنگه سر آزادی بچه های سرزمینش که تو تندانن که میکشنشون، که بر اسمی این همه ذلت ملی عشقشون به هر دلیلی در اون لحظات تو دهنی زدن به شماها و به شماها گفتن که چون من آنچه را که میکنم خدایی و ملی و ایرانی است و تو همیشه برای من توطئه کردی، تو برای من برنامه سازی کردی، شاگرد پادوت و سپربند آوردی، به من گفت ساواکی، هی من اومدم حرف بزنم، هی داشت دفاع میکرد از منو چه بیبیان دستمال ابریشمی اونی که یه عمر اونجا کار کرده بوده دستش گرفته بود و دیدم هم ملت ایران من بلند شدم و ایشون بارها و بارها به من گفت ساواکی. خب این ساواکی من بارها به تو نشون دادم دیگه، ریشه ای داره، یک کتاب به اسم خفته در کنار جمهوری اسلامی. ای خدای ایرانم، ای عشق به سرزمین مقدسم، دولت ایران جمهوری اسلامی بر علیه من کتاب داده که این شعرها مال من نیست، مال خواهرمه و من یکی از عوامل مهم ساواک بودم. خب دیگه افتخاری بالاتر از این در من چرا به بقیه نمیگن؟ بقیه همه شاعر نیم، همه احساسی، همه هنرمند نیم، همه نمیدونم سیاسی غیر سیاسی، من هیچ کدوم های نرستم ولی هستم. اون چی که هستم کارما به من خیلی حال میده، چون من واقعا فقط وجدانم، یعنی من وقتی گریه های مادر نوید افکاری رو دیدم، چهره عزیزم رو تو صورتش دیدم. اگه تو میتونی سکوت کنی پولدار بشی چیزی که نداشتی، اگه تو فکر میکنی صاحب قدرت شدی با جمهوری اسلامی و فامیلیر در خدمت جمهوری اسلامی، شما رحیم فرید جمهوری اسلامی تلویزیون جام جم جمهوری اسلامی به فرید شبخیز جایزه میده، اون تشکر میکنه از ایرانیان خارج از کشور. بابا خودتونو دادیم مگه به کوچه علی چپ؟ تا حالا دیدی آقا این نوید مرد اعدامش کرد جمهوری اسلامی، یک دونه اینا دیدین چی بگن؟ هیچی. یه مو دلغه که خواننده شاگر پادو وامونده درمونده شیاد قلطاق کلاوردار دوست مال مردم خوره بی غرور بی شخصیت هم میرن اونجا، یه سری هم این مردم تو چپ پول دارن میرن. خواهرم داداشم برادرم به جان خدای ایران، اینا هیچ اعتباری به شما نمیده. اگر شما یه کار درست انسانی ملی بکنی یک جای منبر مثال چرا که خانه رواد به مسجد حرامه، از یک هنرمندی بری یک اثرش رو حتی یک دونش رو بخری، یک حرکت ملی کردی، کمک هر کدومای از شما اونو که درست هست رو برنده میکنه. اینا برای من توطئه درست کردن. جمهوری اسلامی سال هاست برای من توطئه درست میکنه. تو اروپا میخواستن بکشته نشد، نمیدونم اومدم علیرضا نوری‌زاده رفیق 50 سالم، بعد علیرضا میبودی رفیق 50 سالم، باهاش نوار شبانه دارم. تو تاریخ جفتمون به حجت با هم یه نواری داریم که یه همه خواننده معرفی کردیم، معین عزیزم، افسر شهیدی عزیزم رضا صادقی، کامران، نمیدونم شوریده، رضا منفرد. اینا یه بخشی از تاریخ موسیقی ایرانه که به هر جهت من با هر کدوم این بچه ها دارم. حالا در دوره های مختلف نگاه های مختلفی داشتم، اما در نهایتی که انسانی من مثلا همین بچه ها رو نمیتونم دوستش نشته باشم، مثلا نمیتونم حمید دوست نشته باشم، حمید یک کمیدش رو پیش من قربانی خودمون کاوره دائما تو استودیو بود، دل نمیشد، راست میشد، اتخلی بود، خیلی آدم درش. من واقعا اینجا هم که اومدم به جان ایرانم، خودش میدونه، از اینجا میرفتم سن حوزه، اون همسرش میدونه،
نهتم سنحوزه براش برنامه رادیویی ضبط کردن که این زن و بچهش اداره کنه تو احساسات خودم. اون وقتی آمد تلویزیون دار شد، نوکر جمهوری اسلامی شد، مالی لاندری کرد میلیون ها، 7 میلیارد. حسن عباسی استراتژیست جمهوری اسلامی اعلام میکنه، برید ببینید، 7 میلیارد پولشون از امریکا برمیدارن میبرن دبی. از این 7 میلیارد علیرضای امیرقاسمی ماهی 700,000 دلار میگرفته. حمید شبخیز یوهای میلیونر شد. حمید شبخیز با منی که هر کاریتون دستم تو سال توی سالهایی که میشتخدم اگر دستم بر اومد میدونه خودش هیچ وقت کوتاهی نکردم. ولی این آدم به خاطر حسادت و مزدوری جمهوری اسلامی ترانه خلیج فارس من رو که خانم سیمین خونده رو یه بار پخش نکرده. وقتی هم خودش زنگ میزنه 30 دفعه خواهش میکنه به جان ایرانم، به جان مقدس عزیز جونم، خانواده نازنینم، پدرم مادرم که تو اون خاک به دست اونجا امانت سپردیم، این بی اخلاق بی معرفت هر کاری تونستم به روش نیاوردم. تلویزیونش منو دعوت کرد از اینجا رفت ترکیه، از اونجا گفت صدا منو قطع کنی، آورد منو دعوت کرد دیگه، من همین کلیپا رو میبرم دادگاه دیگه. این آقا میخواد جلوی صدای منو بگیره. من در مورد مثلا علی خامنه خمینی در برنامه تلویزیونی حرف میزنم، دیدین مردم، این کلیپ میره دادگاه در 23 با ترجمه. جاش خیلی با شرف بود، خیلی با اخلاق بود، خیلی خانم من بود. وکیلش آورد این چی داره، مردم بیا وکیل مکزیکی گرفت، چون تو شهر به هر کی گفت میخوام برای مسعود امینی هیچکی نرفت. این تو دهنی افکار اون میبهد برای دیگه برکن. جاج میگه باید خیلی خوب شما هم دیگر اصلا نبینین و پشین برین، ولی آقای شبخیز این اجازه رو نمیده. آقای شبخیز وکیلش یک کاغذ به من میده، یک سری چیز گفتش که گفتم بدین به اون خانم که مترجم هست اون خانم بخونه. وسط این حرفا جاج داشت حرف میزد، یه دیدم یه سری دروغ، یعنی من رفتم تو تلویزیون شبخیز اینو تهدید به قتل کردم، آه این کار کردم، این شگرد ایناست. یه خانم هست اونجا شکل بزمجد، شنیدم غلط های بیشتر از خودش میکنه، هر دقیقه میاد میدونم با یکی موضوع خودش رو پیدا میکنه، بعد میخواد خودش رو گنده کنه به دیگران میچسبونه. این خانم و این آقا توامان با همدیگه، هر دوشون یک لاین میره پیش میبرن، یعنی میرن میگن شما ما رو تهدید به قتل کردی، اینو کردی، زن بچت، آه این برای شما پرونده سازی میکنن. برای من 100% پاپوشه. اومد از در بیرون، وقتی مکزیکی شنید، من یهایی به جاج گفتم که جاج این خمید شبقی خودش شاهده، جاجش وکیلش هم شاهده، گفتم جاج اینجا خونه خداست، اینجا خونه قانونه و شما جای خدا و قانون نشستین. منم تو قلبم همین احساسات دارم، این آقا مزدور جمهوری اسلامی، آگهی از ایران میگیره، فامیلی هم با جمهوری اسلامی کار میکنه، پول داره میلیونر هم شده، حالا میخواد عقده های اون موقع داره اون سر من. پسر چه اتفاقی مگه میفته در این دنیا؟ من کار رو که میکنم پاشم میسم میرم حبس، آخرش اینه دیگه. ولی مطمئن باش تا وقتی زنده هستم با قانون و افکار عمومی همه شاگرپاده های جمهوری اسلامی رو در عمل نشون میدم، در برنامه های تلویزیونیشون رو میگیرم نقد میکنم. اونهایی که از جمهوری اسلامی پول میگیرن جلوی صدای حق هنرمندا رو میگیرن، یه سری دلقه که میارن میشن جلوی دوربین به عنوان هنرمند ملت ایران به خورد مردم میدن، مردم هم میخوام برن میدن میره تلویزیون که چی؟ آخه خانم، خانم دوست هنرمند من، رفیق من، خواهر من، آخه شما چرا؟ یا خودتون رو زدیم به علی چپ نمیدونیم، یا واقعا نمیدونم چی باید گفت. همشون رو میدونن، همه میدونن، رفیقای مشترک خود من حمید همشون میدونن که این داره با اونو کار میکنه.
من آنها رفتم و در سفیر تو اصلا من با معبود قرار داشتم، زنگ زد به من بیا نهار با هم بخور. من از بیمارستان اومده بودم، رسیدم اونجا پاک کردم دیدم نوشین جون همسر اشمت بارانی با معبود نشستم. آیا اینا یاد دیدم این احمد مسعود اینجوری که دادم احمد بطم پیش احمد بلند شد همچی مچ مچین های کردیم با هم دیگه. بعد احمد مسعود داشت با من حرف میزد، یوهی این آقا پرید وسط حرف، وسط حرف پرید، گفتم که این شاگرد پادوت چرا آخر نوار رو برداشته، آخر اونچه که میگه تاوکی 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 رو یوتیوب قطع کرده و آقای دوست عزیز ما من رو دعوت کرد قایم شد. یه بار رفت ترکیه خواست من رو کنف کنه، یه بار خب من دعوتم میکنم من برنامه تلویزیونی میذارم بعد میام دفعه بعد نیستم، خب نمی حداقل اونایی که منو میشناسن نمیپرسم از زمین کجا. ببینید اینها یه تیم درست کردن برای خودشون، مسعود جمالی، احمد مسعود کار تهران، حمید شبخیز، یک سری آدمای دیگه مثل اون کوروش که با تیر زدن همسرش عزیزش رو کشتن، واقعا حقش نبود این دختر گل، و کوروش هم با گوله زدن تو صورتش. اینا محصول چیه؟ محصول همین روابط خوردن پول خون بچه های سرزمین ماست که شما میام این خونه اینجا اجاره میکنیم ما 12,000 دلار دور تا دور دیوارشو همه رو در واقع کمرها میذاری که آقازاده و مغازاده ها ایران که میام میبرشون اونجا کسی نتونه بیاد، که اگه میاد ببینید. ببین شما منوچهر معتمر، من اینها رو به اف بی آی نه من، ده ها عاشق ایران، صد ها میهم پرد به اف بی آی در مورد شما بابا دارن شما رو نگاه میکنن. این مردم بدبختی کشیدن، پیر شدن، بچه هاشون قربانی اسیر عبید، خودشون قربانی عبید، اسیر عبید. چرا باید سکوت کنن که تو میخوای پول درچی؟ چرا باید سکوت کنن تو میخوای عقدهات خالی کنی؟ چرا باید من بیام سکوت کنم تو نمیدونم عکس زنها رو تو علم الاشیا دیدی؟ حالا 50 تا آدم ملقلق دور جمع میشه، هر کی به یه خاطر گرفت جلو دور میرفتن و دکون بقالی با خودش باد کردن، کردین ویترین. شما جای زنان مبارز سرزمین منی؟ شما جای مادر من تطور عزیز ما هستی؟ شما جای مادر هر کدوم از این بچه ها هستی؟ آخه ده چی آدم بهتون بگه؟ حد بهتون بذاره که میگه مسعود جمالی با اینا طرفه، والا به جان ایرانمون طرف نیست، عمر شما داره طرف میشه. تو دختر ایرانی مادری بجنگ، همین چپ خیتون افشا کن، راست بگو راست. گفتم جاش و خواهم گفت در دادگاه. ایشون به دلیل پاپوش های مکرر، چون من قابل این حرف رو نمیدونستم هیچ جوابشو نمیدادم خداییش، ایشون به اتهامات گوناگونی بسترسازی کرده جمهوری اسلامی خوشحال کنه من برم حرف. مال بیشعوریمونه. اون وکیلت بهش بگو آقا نمیدونم اسپرانتو هرچی، بهش بگو آقا برادر من داداش من تو هنر سرزمین من رو نمیشناسی، فرهنگ سرزمین من رو نمیشناسی، این بچه ها رو نمیدونی، بازی اینا رو نمیدونی، ما بچگی همه هم دیگر نمیشناسیم. حمید شبخیز من میرفتم سن حوزه کمکش کنم از رادیوش پول آگهی در بیاره، همین 20 سال پیش پول رسید دستش، یه پولی مامان خانم ماندانا جون به همه بچه هاش شنیدم تونه 16,000 دلار پول داده. درود به شرف این زن، آفرین به این زن، تنقه عادل بوده و همه بچه هاش به نسبت پولش تقسیم کرده و به درود گفته رفته. قرین رحمت و عشق ابدی خداوند باشه. حالا این آقای اومد با آقای غریب افشار صاحب تلویزیون شد، 7 میلیارد پول جمهوری اسلامی از امریکا رفت دبی. آقا اینا مثل گله ریختن اونجا، ماکت فروختن به شما، به این خدا، به این
آبه که من فاطمه یاد در راه بچگی هم این چیزه که یادمون نه. حالا شما نبه کن اینا نشستن پاپوش از اون ور از این ور یه تره دیگه هم مثل اینا دلغکتر از اینا، اونا هم رو حسادت و بدبختی و ذلت باید بدونن من سیتیزن امریکام، من مجری قانون این کشورم، من اون چیزی که قانون میگه رو انجام میدم طبق قانون و شواهدی که هست، من شهادت میدم، برای آقای ترامپ بنویسم، برای هر دو مجلس امریکا بنویسم. آیا همه شما ها صاحب تلویزیونه، آیا همه شما هنرمنده های این شهر از این دختر یلا قبا کمترین؟ مسیح علی نژاد آفرین به این دختر. خفه شدین مردین آقا تو خیابونای کشور من دارم بچه ها خواهر برادران منو میکشن، من سکوت نمی کنم که تو میخوای هر دقیقه یک کاری بکنی به خود رفتی رو برو بکن سرتم بذاری زمین بریز و پشت خواهر مادری چی نداری تو خونه مهران عبدالشاه تولد بهار با ماندن و وایساده بودی بهت هم گفتم گفتید آخه آگهی مسکوت چون آگهی اینجوری زهاد جبار که پولا رو میشماره. باری این یک گزارشی بود که دادگاه ما افتاد به چند روز دیگه تا سه هفته دیگه و این دو جور کار کرده، یکی اینکه رستینگ اوردر گرفته منو دادگاهی کرده اتهامات گوناگون زده، یکی از اون ور یک سری دروغ و مروغ و جفنگ و اینا. حشمت بارانی هم در این امر شرکت کرده چون به جهت تبلیغاتش اون میره دیگه، دیگه جز این نیست که به خودی آخر سری هم با هم رفیق شده بودن تو یکی از برنامه ها همتون شنیدی اومدم گفتم باری کرده اومدم در تفیر برم تو دیو همین شبکه یه چی یک دست گل بوده شد نوشته بود باری کرده چه باید همه شد این کار رو بکنی شما تو این شهر. ولی خب بعد تغییر به گونه دیگه شد بازی و آقا من با تو رفیقم، تو منو فروختی، کل ویدیو باید بیاد تو دادگاه. یک، دو، هر کس به هر طریق با جمهوری اسلامی کار کنه من به اسپیاگ دادگاه همه رو با مدرک با کلیپ با حرفاتون میذارم نگاه کنی برین آقا ببینین این پولای های از کجا اومده، دبی چجوری شده آقای شبخیز اومده تصاعدی پولای شما رو میگرفت میذارم برای تو ساختمون بساز کمپانی فلان، ده ها از این کارا، اینا پول خونه بچه های سرزمین من بود. شما رفتین طرف زورمند رو گرفتین پای سر من حرف زدین گفتی مسعود امینی رو افتاد که افتاد که مسعود امینی، منم 400 دفعه گفتم تا حالا اگه این لاتی چاقو کشیه اگر ببخشید اگر در واقع خیلی پوزش میخوام بله عرض کنم که خلاصه ببینید مردم جمهوری اسلامی کمر بسته منو بکنه هست گو باش با این خیال خواهد ببین ما را تو نترسون که نترسیمت کرد، ما را تو نترسون که نترسیمت کرد، آزادی ما کنج زندان و قفس، ما دفتر رسم خیش امضا کردیم آزاده آواره همین ما را بس. اگه با نخ بدوزن باز لبامون، اگه با نخ بدوزن باز لبامون بخوانش در نیادش ما صدامون، نمیتونن جلو ما رو بگیرن، ما ای رو که ایران خودامون نمیتونیم. من محصول کف خیابون بچه های با خونهای زیبای لاله پرور آزادی آور، من با اینا زندگی کردم، من بچه همه جام. دیروز با فرخی حسین فرخی یه نویسنده یک استاد دانشگاه یه آدمی که خیلی خدا بهش لطف کرده و در مورد قرآن یک نگاهی به قرآن داره میخونم، حالا بعدا اگه فرصت شد براتون. خلاصه دیشب جای همه شما خالی ما با حسین فرخی و حسین جان بودیم و همسر ایشون و دو تا دیگه دوستای گولم اومدن اونجا، لیلا جونم و یه آرتیست دیگه، یه شاعر
نقاش، فیلمساز، ویدیوساز، این بچه ها پر از استعدادن. دلشون هم میخواد کارهای خوب بکنن، دلشون هم میخواد لااقل یه کاری برای مردم سرزمینشون بکنن. وجدانشون بیدار شده. خب حالا چگونه باید این کار انجام بشه؟ به چه وسیله؟ باید به وسیله همه باشه دیگه. یه مش هستن اصلا این کارو میکنن که نشه. ببین همه رو گذاشتن زیر فشار مالی، به خصوص شاعرها و آهنگسازا رو، و خواننده ها البته بیکار میکنن اصلا، چون قبلا یه هر کدوم اینا یه سری رفیق داشتن، حالا تا وقتی بیکارن کلا اون رفیقه رو بر میدارن یه جورایی. هر بار اونا هم دوست دارن، اونی که رفیقه به اینا حال میده اگر هم نده به جهت اینا نمیدارن بلدن چیکار کنن دیگه. حالا اینا میراده نداره، تو رفاقت هر کاری بکنی زیبا قشنگه، ولی برادر رفیق چاکرتم گوش کن. من مسیحی مسلمان انقلابم، من مسیح مسلمان انقلابم، به سلابه صلیب عدالت، کلاه کهنه دین، به حکم ظالم قرن نمایش اسلام، غرور شهوت انتقام از انسان، رسول جهل مرکب، امام خوناشام. شب میروم به خانه بخوابم، خوابم نمیبرد، در کوچه بوی خون برادرم جاری، در چشم من نور کمال شهید گلوله ها، در چشم من توی تو، ای با خدا و بی خدا، ای سیاه از چکمه چرک امیران، ای بنابر خون زنجیر اسیران، ای امید تازه داغ نشینم، پیرشی پیر ایران چونم، پیرشی در عید ما عزاییست که در سینه های گشنه درواز غار خیرات تخص می کنند هنوز. در عید ما عزاییست که در سینه های گشنه درواز غار خیرات تخص می کنند هنوز. در دست کور و کر فریاد های لال خلایق رین ما عزاییست که در سینه های گشنه یا دروازه غار خیرات تخص میکنن هنوز. در دست کور و کر فریاد های لال خلایق، نزدیک خوشبختی هست عصر چهارشنبه، نزدیک خوشبختی. در عید ما عزاییست که مظلومان گرسنه را، این ظالمان سیر ستمگر، این دشمنان خونی بربر، پسمانده های دودمای ابوجهل، جدن جد بر قله رفیع دست هاشان ذوالفقار، ذوالجلالشان ننگ تاریخ، سرودشان فتح مترسل، فریادشان به نام نامی میدان تیر. در عید ما عزاییست که مظلومان گرسنه را، این ظالمان سیر ستمگر، این دشمنان خونی بربر، پسمانده های دودمان ابوجهل، جدن جد پسمانده های ابوجهل، جدن جد ذوالجناحشان ننگ تاریخ، سرودشان فتح مترسل، فریادشان به نام نامی میدان تیر، از تخمه چنگیزیم و از دودمان ابوجهل. نگاه کن ببین، نگاه کن اصلا با من خودی تر، دیدنیست ایران، تماشا کن، گل برف از هوای کوچه میبارد، میان دست های خاک تخم نفرت جاوید میکارد. بشارت میدهد فوج سواران، مژده میارد. ببین
این کربلای خاک ایران است، میان کوچه استرهای بی‌صاحب فراوان است، علمداران بی کشکول از سر تا کف پا خون، کنار نهر خون علقمه از تشنگی خمپاره می نوشند، کفن از شیر و خود شمشیر و خورشید و بمب درد بارانبار می پوشند. برادر با برادر، جنگ و مادر با پسر، دشمن هزاران خواهر عاشق برادرهایشان کشتند، خلایق دشمن عباس تو خلایق دشمن عباس و حسین کشته مظلوم لب دشمن. ببینید کربلای خاک ایران است، میان کوچه از سرهای بی صاحب فراوان است، علمداران بی کشکول از سر تا کف پا خون، باری چرا فراموشم شد نمیدونم، دنبالش نیست که در این بیدادگاه بازار کالای مصیبت های ارزان است، در این بیدادگاه بازار کالای مصیبت های ارزان است، چراغانی به یمن موسم چوب حراج حجره انسان است. تو ای انسان درند خوتر از حیوان، به پیش افتار و پشت پالان، اگر نعلت نکوبیدن ببخشاشان، نفهمیدن ببخشاشان. باری این قصه من اینجا، شما مردم نمیدونید، من اینجا نشریات متعددی در آوردم، این نشریات حالا میبرم دادگاه، چون من اونجا وقتی من پرسید جاج گفتش که باید شما قضیه رو تمام کنیم بریم، ولی آقا نمیکنه، منم به جاج گفتم جاج تو جای خدا نشستی، این و من شاعرم، روزنامه نگارم، و وقتی این رو شنید به من فرصت داد، اجازه داد که من مدرک بیارم، حرف بی خودی نزنم. حالا این مدرک دست ملت ایرانه، مردم هر کس میخواد لس آنجلس رو از حضور جمهوری اسلامی حمایت به خاطر تبلیغات، اون سپربنده که تو ایران اصلا دفتر تبلیغات داشت، تو دبی هم داشت، منوچهر بیبیانی که این دست دستش گرفته بود، این آقای منوچهر بیبیان و آقای کوروش بیبیان ایشون رو بیرون کردن، چون ایشون رفت دبی آگهی بگیره، آگهی میگیره 80 هزار دلار به اینا میداد، مثلا 15 هزار دلار، بعدا اینو فهمیدن که بیرونش کردن. نه حرفید که ما هم میدونیم، کوروش هم بر من بعد تقریبا بارها گفتم، کوروش به دلیل اینکه از اولی که من اومدم یه طور 81 من آورد منوچهر بیبیان که تلویزیون را بندازیم، اومدیم ساسان کمالی رو آوردیم، از تکساس ساسان اومد، گلیه یحیوی عزیزم اومد، خدا رحمت کنه پوران عزیزمون بود، و خیلی زنده بودن که جاشون خیلی خالیه، خیلی وطن پرست بودن، و اولی بود که این مردم به هم دیگه وعده میدادن چمدوناتون رو ببندید بریم ایران. خب این بریم ایران همه رو چیز کرد، از حیز انتفاع ساقط کرد و هر کی به دنبال کار خودشه کلاشو میگیره باد نره. در یک شرایطی همه قرار گرفتن که کسی برای ایجاد زمینه حرکت در مقابل این تلویزیون ها بریم وایسیم، بریم جلو کاخ سفید، بریم مشارکت بکنیم، ملی رأی بدیم، اگه میخواد جمهوری اسلامی رو دستش کوتاه کنی، و الا اینا یواش یواش چند وقت دیگه اگر راه باز شه یه تری خواننده ماننده که اینا پول اونا رو خوردن یا اونا پول اینا رو خوردن در راهن. این هدف اصلی جمهوری اسلامی، موسیقی دوران پهلوی، حفظ هنر دوران پهلوی، ولی در این دوران چقدر باشکوه بوده. من الان چقدر یاد خودم افتادم، چقدر منو تو یاد من میندازی. من موقع که جوان بودم مامشکی بود سیویل داشتم، و این چند وقته به دلیل که ناخوش بودم و اینا، خدا رو شکر
الحمدلله امروز حالم بدک نیست، ولی نمیدونم، من بارها گفتم توی قبرم یه دستم مسلسله، یه دستم قلم کتاب. من قربانی نادانی ملی من تلاش میکنم اونی که درست هست رو بگم، دروغ نگم، دروغ نمیگم، دارم تونشم میدم. دفعه آینده که من میرم دادگاه اولین حرفم به جاج اینه: دکتر آقای جاج، من رفتم سفیر، این شد این شد، اما از اون شده بود این آقا منو تهدید کرد، منم یه پشت دستی یه چشته دادم تو صورتش. ایشون هم رفته تلویزیون نشسته و سریال مراد برقی درست کرده و چشت سیاه و با اینو حالا اونجا نوشته اومدم من رفتم دیدم تو تلویزیونش اینجوری کردم اونجوری کردم مشت و چرم نمیکنی از خوده. ببین چقدر قلابی، ببین چقدر من وظیفه وجدانیم جلو شما رو بگیرم. من بدبخت شدم، آواره شدم، میلیون آدم آواره شدم، تو پولدار شدی، چیکاره بودی، چه تخصصی داری؟ رابطه همی فرید و برادر بزرگ که چقدر بچه خوبیه، اینجا دیدمش اتفاقا دم خونه حمید دفعه قبل، به من گفت مسعود میدونی سر شبانه ای که مال تو رو ضبط کردم با میبودی من از تلویزیون بیرونم کردم و اون موقع ما تو استودیو اون فرید کوچولو بود میرم اونجا پیانو میزد، یعنی من اینجور تو مال فرمون میفرستنش همین برو این کارو بکن برو امید برو تا خلی اینا هر روز من شده آرتیست نقش اول، پشت خجالت بکش، برو شرم کن. بعد چه سرزمینی تو درم میکشن میخوای جلو منو بگی که من در جمهوری اسلامی حرف نزنم؟ خاک بر سر بی رحمت کنن اگر چنین تفکری داشته باشی. بعد با جمهوری اسلامی به جنگ جلوی تروریست رو بگیری، چین بچه های بدبخت سرزمینی تو نیاز تو خیابون دارم میکشن. وقت میگی مریضی معلومه که باید تو اون بدی، نه تو هممون، هر کس چشمشو ببنده به خون مطهر بچه های سرزمینمون که جمهوری اسلامی تو این روزا هر بار به یه بهانه ای فقط 190 نفر در کرونا کشته شدن در 24 ساعت گذشته. آقا من دلم برای وطنم میسوزه، دلم برای مردم وطنم میسوزه، من جزء اونام، عضو اونام. من مادرم گریه میکنه، عزیزم جلو چشم داره گریه میکنه. آخرش از عشق من دق کرد و رفت، آخرش از عشق من دق کرد و رفت، رفتنش مد اسم عاشق کرد و رفت. هم خدا بود آخرش از عشق من دق کرد و رفت. مادری رختش براش اندازه بود، بوی نون نرم و داغ و تازه بود، از قشنگی نسبتی با ماه داشت، روی تخم چشم عالم جا داشت، ساده بود، دل از طلای ناب داشت، قلبی از گل مخمل و مهتاب داشت، شب بزک بابت نبود تو خواب داشت، خنده شیرین طرف برگاب داشت. گرچه از من دور بود پیش از من بود، هر کجا دایز درم همیشه بود، در دلم همیشه بود و باد هست، لای چه چه های آواز هست، لای گل، لای علف، لای بهار، لای دل عاشق ترین روزگار. هم خدا بود هم وطن هم عشق بود، هرچرا ندارم او سرمش بود. هرچی از من دور بود پیشم نبود، هر کجا سایه سرم همیشه بود، در دلم همیشه بود و باد هست، در دلم همیشه بود و باد هست، لای آواز قناری، لای شعر زندگانی نیز هست. هم خدا بود هم وطن هم عشق بود، هرچی را من دارم او ترمشت بود، گرچه از من دور بود پیشم نبود، هر کجا تو آیت ترم همیشه بود، در دلم همیشه بود و باز هر
و این زندگی اینه که تار یحیی بی حیایی میکنه، یادمون هر وقت گاهی میکنه. اون چی که من مادرم آموخته بودم این روزایی که کشن مثل حافظه تاریخی این جورایی داره بیدار میشه، چون به دلایل گوناگون ناخوش هستم، قرصهای مختلف هم میخورم متاسفانه، ولی خدا رو سعی دارم مرتبه شکر هنوز حواسم جمع، هنوز اگه میتونم کاری برای آزادی مردم سرزمین هم میکنم، از جونم میگذرم، گشتگی میکشم، زندان میرم، بدبختی میکشم، هیچ جا نمیرم، تو مهمونی هیچ کدوم اینه نمیرم، دروغ گوشیاد بیمار بدبخت اسمش هنرمند سرزمین منه، بچه ها سرزمین من دارن کشته میشن، از خبیری فوتبالیست بگیریم اول انقلاب ببینید چقدر قهرمان های ما جمهوری اسلامی کشته، ببینیم در هر دوره جمهوری اسلامی چگونه آزادانه ما رو وسط خیابون اعدام کرده، دست رو مقصد کرده، تلویزیون لس آنجلس خفه شده، چرا؟ همین چپخی دولت امریکا باید بدونه تو چرا با جمهوری اسلامی مبارزه نمی کنی؟ FBI باید بره رد پولایی که اومده رو بگیره، به چه مناسبت این پولا رو شما دادن آخه؟ من متهم نمی کنم شما رو، اتهام بهتون نمی دانم، ولی طرح موضوعی می کنم که واقعیت داره، بذار آقای ترامپ بدونه، بذار آقای ترامپ بدونه عمل و کرش تو این بنیاده مذهبی این اون 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 اینجا اونجا همهشون دست به یکی شدن چلو مسعود امینی رو بگیرن، جون خودم میچم وقتی که نبودم دیگه، انشاءالله مبارکم باشه، سیبیلم دارم میزنم میذارم، فرصت خوبی بیشتر واقعیت ها رو اینجا بدونیم در پناه قانون، به قانون بگیم، به FBI بگیم، به جاج بگیم، به دادگاه ها بگیم، بریم دنبال کارنامه هرکه. خوب شد. ببینید از سیاوش اوستا، عرض نوریزاده، نمیدونم کی چی، عرض میبودی، نه عرض نوریزاده خدایی نه من نشنیدم، عرض میبودی، همه اینا یوش قالتاقا و زیادی ها و چوتپیلا هم خودشون رو قاطی آژیر کردن، اینا نمیفهمن، اینا الان میبینن این زندگی ادامه داره و اینجا کشور قانونه و ما هر کاری که به زیان جمهوری اسلامی و تیم جمهوری اسلامی و عمله و اکراش تو تلویزیون ها عکاس مکاس تو مجله این اون هست، اونی که من میدونم رو میگم، به قانونم میگم، حالا شما هی جمع چین هی بخوان تیم درست کنیم، بابا چی کار میخوان بکنیم، مثلا چه اتفاقی میفته، با چه دبونی بهتون بگم، عقداتون میخوان میخوان خالی بکنی، تا وقتی من زنده هستم با ما موضوع دارین و من انسانی آدم نمیره، من به جرم آزادی بیان نظرم را جو جمهوری اسلامی بگم تو مسخره جلوانه بگیری، به خاطر که حقوقت بگیری، آگهی تو بگیرین، دلقه که شاید پاده تو بفرستی بری آگهی اینجا اونجا رو بگیره، چرا من باید خفشم، چرا من باید جوانی رو بذارم، چرا ست ها جوان باید کشته بشن، چرا تیم تروریستی جمهوری اسلامی تو لس آنجلسه با تهدید نمیذارن از هیچ کی حرف بزنه، شما هم که دیگه نمیدونم چی بگم، نزده میرقصین، اونم تلویزیوناتونه، یه ملتی بچه هاش دارن دار میزنن تو زندانهاش، پر شجاعترین دختراش نسرین ستوده ها هستن، شجاعترین دختراش سر چهارراه ها لچک بتر میکنن، لباس آبی میپوشن، خودشونو آتیش میزنن، اینا بچه های سرزمین من هم، اینا عشقای میهن من هم، اینا قهرمانان میهن ما هستن، آخه تو چگونه سکوت میکنی در مقابل اینا؟ یه خبر دادی؟ یه قهرمان کشورم، یه بچه مایه افتخار با گشنگی، پارنگی، پابرهنگی، با دوبنده پاره، با تخصبز پاره، پیاده برو پیاده بیا، خودش تاخته رفته قهرمان جهان شده، وقت تو به خاطر اینکه پول بگیری، آگهی بگیری، اون رو به پایه یا هر چی، یا احساسی یا انتخابی، هر چی نگاه نکنی و سکوت بکنی، آیا خدایی
انسانی شرفداری چه چیه؟ تو که میدونی، ببین حتی گنده ترش نمیتونه با من کاری بکنه، چون من هر کاری میکنم در پناه قانون میکنم. من آدم قانونمندی هستم. وقتی کسی به حق و حقوق من تجاوز میکنه، من نمیتونم سکوت بکنم. اگر جایی داشته باشه برای قانون دیگه یه اتفاقی میفته، ولی من یاد گرفتم قانون خودم باشم. وقتی یه کاری رو خودم دوست ندارم با اون بکنم، با هیچی نکنم. این کار من سالهاست دارم میکنم، انگار رو خودم تمرین کردم. به خاطر این خیلی موضوعات و به خیلی از آدم ها پیش نمیاد، برای اینکه من اما آدم ها رو دوست دارم خوشحال باشم، خوشبخت باشم، زندگی کنم، کشورم آباد باشه، آزاد باشه. برای چی باید من در بدر باشم؟ برای چی ما باید بدبخت باشیم؟ برای چی باید من بیام جو همین چپکی موضوع داشته باشم؟ خب ادامهش سکوت عمومی، برکت انداختن این جامعه همه چی رو. آقا چرا ما نباید این اقلیت ثروت من با 800 میلیارد نقدینگی ملت ایران در 10 سال قبل بوده؟ این ملت ببین چه قدرت اقتصادی، چه قدرت مولد هنر و صنعت و دانش، بهترین بچه های سرزمین ما دارن اینجا و اونجا، از ناسا گرفته تا هر جایی دارن میدرخشن. آیا خدا رو خوش میاد؟ آیا خدا رو خوش میاد بره شاگرد اول بشه تو جهان جمهوری اسلامی اعدامش کنه و تو سکوت بکنی؟ انسانی ازت میپرسم. وقت تازه دلخورم میشینم، من میبینم من شکایت میکنی 40,000 تا دروغ توش میدین. این دروغا رو گفتی، منو مجبور کردی. من یه تو دهنی به تو زدم، هم شاهد بودم، ویدیو هم نشون میده، احمد مسعود هم نشون میده. رفتی پلیس آوردی، آجان آوردی، منو دستبند زدن بردن اونجا، دیدم نگاه کردن، اینقدرم به من محبت کردن، اینقدرم به من عشق دادن. یه بچه ایرانی با شرف ورزشکار نازنین خوشقیافه ای افسر نگهبان بود و من رو از راه لطف و عشقش شناخت و در اون دوره که عکس و مکس این چیزا رو اینا میگرفتیم، جفت پلیس اومدن به من گفتن ما تو این پرونده این آقای هیچ مداخله نمی کنیم، دادگاه هم نمیاد و انصاری خیلی معذرت میخوام برجهت، ما وظیفمون انجام دادیم ولی دم بریم. این رسترینگ اردر این است که میگن آقا شود تو هم یه کاری نداشته باشی دیگه، نمیان برن بشینن اینقدر دروغ تو چشم من نگاه کنید دادگاه بگی. ولی من قشن آمد چه دادم یه تو دهنی تدم یه چکه زدم، در واقع کردی مجبورم کردی زدم، توهین کردی زدم، تهدید کردی زدم، حرفای گنده تر از دهنت زدی، نتونستم خودم رو کنترل کنم. هر کسی این کار رو با من بکنه، اگه نتونم خودم رو کنترل بکنم، متاسفم برای خودم. تو فکر کردی جایی با کردی، کسی شدی، بقیل احمد مسعود نشدی، به احمد مسعود هم میگم اگر کسی تیم جز به تیم اینا و جمهوری اسلامی باشه، من همه رو به مردم میگم. هر کی با جمهوری اسلامی کار میکنه، یعنی هنر سرزمین منو میکشه در قربت. هر کی با جمهوری اسلامی کار میکنه، یعنی اقتدار رو تبلیغ میکنه. قهرمانان و پهلوانا و دانشمندای بچهای سرزمینم رو میکشن، اینا خفه میشن. یادتونه یه روزایی مردم ریخته بودن تو خیابون اون دوره اولی پمپ بنزین رو آتیش میدادن، اینا دمشون گرم، درود به شرفشون، چه حرکت قهرمانانه ای کردن. ای کاش اونا ساماندهی میشد، سازماندهی میشد و در واقع کاربرد اجتماعی پیدا میکرد و چقدر زیبا میشد حرکت های اجتماعی دیگه. اون روز به جرم حرف زدن، به جرم مخالفتی با جمهوری اسلامی، رفیقم میره من شکایت میکنه و 10,000 تا دروغ میگه. خب من باید چیکار کنم واقعا مردم؟ من شما میپرسم، من باید چیکار کنم؟ من باید خودم رو حفظ کنم. قانونمندم، سالمم، از همه شما سالمترم. درسته کمرو عمر کردم، درسته به کهنسالی 7500 سالگی رسیدم، همه اینا درسته،
ولی من بچه کوچیک مردم سرزمین هستم، کف خیابون با یوزی و اوزی و مسطر و خمپاره انداز و هر چیزی که بتونه متهاجم به وطن من رو دستش کوتاه کنه میکنم. وطنم خدامه، وطنم مادرم، چقدر دوست دارم این حالو. همین حالی که من دارم خدا رفتش گرفت خوابید، ولی من با تو بیدارم. چقدر دوست دارم این حالو. همین حالی که من هستم، همین که پرچم عشقت بلند رو سر دستم، وطن جونم، منو از ریشه تا کندن دوباره سبز روییدم، دوباره سر بلند کردم، خدا رو پیش رون دیدم، وطن جونم. تا قبل نمای تو دستم جز خاک تو را نمی پرستم. بوی خوش عشق داره حالا از در به دری گذشته کارم، وطنم، ایرانم، گر تو شادی شادم، من ز شیرینی تو فرهادم، دم آن دم مبارک بادم، جشن آن روز مبارک بادم، شب و روز و دم هر روز مبارک بادم، که تو آبادی و من آزادم. مثلا چونم دیدم همای خانم ماهور، بچه ها که هستین همه دمتون گرم، دست همتون درد نکنه، موچ موچ همتون ایشالا سالم باشین. چه امروز شنیدم یه سری دوستای عزیزم تو لس آنجلس کرونا گرفتن، وای چه بد، امیدوارم که حالشون خوب بشه، امیدوارم یه روزی برسه که ما بتونیم به همدیگه کمک بکنیم، غیرت پیدا کنن این تلویزیون رو، شرف پیدا کنن، فکر کنن اون بچه ها برادرشون هم، فکر کنن چه میدونم خانوادهشون هم، لاغت بگن به مردم، مردم بسیج کنیم، آقا بریم حق مدنیت رو برو بگی، حقت رو بگی، مپندار که حق در جهان دادنی، مپندار چو حق دادنی نیست، بستادنی، بستاد. من عادت کردم تو این سالها با این کارا، از این شکایت ها، منو چه بیبیان ها، کیا، ایرج رستمی ها، اینا سالهاست به هر جهت اینا باز خودشون چتایی بودن در زمان خودشون، و چون میخواستن منم مثل همه حساب بکنن، من ماشین حسابش ریختم به هم. به خاطر این هر کاری میکنم برای بچه تردنی نمیکنم، نه پول میخوام، نه اینی میخوام، نه اونی میخوام، نه شهرت پهرت اینا اصلا به درد من نمیخورم، اصلا موضوع شهرت نیست، موضوع شعر منه، این شعر من زبونه به همه بردمه، بدبخت گشنه تشنه سختی کشیده خاطرخواه در به در میهن پرستید که تو تازه منم هست، این برای من کافیه، چه بودی در بزنم پول داشتم میمردم همه میمردم میخوردم خوش میدم زنده هم بودم ثانیه میشموردم تا بمیرم پول رو بخورم. خب حالا شما ببینید چرا خدا کار ما باید به کجا بکشه. بیام بعد از مدت ها که پیش شما نبودم، بیام از امید، از زیبایی، از قشنگی هایی که سر راهونه، از این حرفا، وقتی این بازی رو بریدیم به هم، همه چی میرده به هم، یک سری کار دارم ضبط میکنم، یک سری شعر دارم میدم به بازار که دوست میدارم که صدای درد مردم سرزمین هم اینقدر بلند خواهد بود و اینقدر بلنده که میشنوم از دور دست های پس کوچه های تنگ نیشابور باری. خب ساعت ما 5 دقیقه داریم به 12، یعنی ما امروز 11 اومدیم تا 12. خلاصه براتون میگم ببینید مردم یه اتفاقی داره تو این شهر میفته، اینا دنبال اینن تیم مذهبی پسهبی دیدن پیک، این آقای حسن، آقای دکتر، آقای پروفسور، آقای این، آقای اون، همه اونایی که من باهاشون مشکل دارم در مورد جمهوری اسلامی، میگم تو چه مسلمونی هستی؟ تو کدوم مسلمونی؟ من عاشق این حرفا بودم، شنیده بودم یه آدمی تو این دنیا، حالا فرق نمی‌کنه کی، این آدمه گفته اگه تو فرماندار شهر شیرازی اصفهانی میخوای برای محلات
حکم بفرستی باید با جوهر رو با کاغذ بنویسی. یک کاغذ یک برگو بردار چهار تیکه بکن با کمترین جوهر. چرا؟ سرمایه ملی به دست تو امانت سپردن. سرمایه ملی میفهمی؟ نمیفهمی. اگه میفهمیدیم این گونه نبودیم. حال خدا رو شکر میکنم که این چیزا به من کارگر نیست. این همار نادانی و جویست که اینا درست کردن بر علیه من. نه من ازشون پول میخوام، نه نوکرشونم، نه دروغ میگم، دست ملد بشنی دستم میگیره یا یه غلط زیادی میکنه بهش میگم اگه فارسی حرف بزنه وقتی آیه میخونی، وقتی دعای کمیل میخونی. کمیل ابن یزید رو میدونی چیه؟ میدونی کمیل ابن یزید که به حکمرانی فرستادش وقتی این آدم دید مردم ایران میان میرن تخت جمشید، اومد رفت داد تخت جمشید و یه سری ملای عقب افتاده، یه سری وقیه همینایی که بودن تو حوزه موزه، اومدن تخت جمشید و هر جور تونستن ویران کردن. این آقای یه دعای نوشت به دعاوت و دعای کمیل، همه یه ایران پرستا رو شکوندیم وسط بود دعای کمیل. آره این آقای درس خونده، استاده، پروفسوره در امریکا، برای من میره پلیس میاره دیوان از تو دمینی بیاد داره رو استیج بنیاد ایمان در شب هفته محمد حیدری جمهوری اسلامی میاد اینجا بوم میبره. شما رو به خدا ببینی هر جا ما میریم یه قصه ایه که خدای شکر تنکیو. خب این مشکل من، این مشکل اینا، اینا میخوان منو حسم کنم، منم نمیذارم. در طریقیتونم باشون میجنگم. بارها و بارها گفتم یه دستم غلط یه دستم متصل، از تو قبر میاد بیرون. اینه زندگی من. حالا برین بشینین هرچی میتونین نقشه بکشین. من خدا دارم، من صاحب دارم، مگه نمیفهمی؟ کوری مگه؟ اون چه من فکر میکنم مینویسم و تو با خوشحالی میخونی به خودت بهت اعتبار میدم. من کارماییم، تو جاهلی، تو نمیفهمی. برای متاسفم این دوره میگذره ولی این قصه ادامه داره. تا وقتی جمهوری اسلامی تو این شهر هست، همه بچه های با شرف این شهر، همه دخترهای با شرف سر تا سر جهان، همه پسرهای سر تا سر جهان، مسیح علی‌نژاد عزیزم، خانم امومای سرشار عزیزم، ده ها و صدها خانم نازنین و گرامی دیگه، همه تلاش میکنن و این شهر رو غیر جمهوری اسلامیش میکنن. ببینید مسلمون بودن، دست را انداختن، اینا ما یه دوره از دوره نوجوانی ما هم کردیم. من خودم به خانواده هم این شکل بیار. اما روزی که فهمیدیم، من روزی که فهمیدم خدا رو شکر کردم که تجربه بهم یاد داد چقدر من سادم، چقدر فرهنگ من ساده، چقدر مردم سرزمین من ساده. میرن تو قهوه خونه میشینن، یه تلویزیون اومده بود همه شهر میرفتن تو قهوه خونه، تو خونه کسی تلویزیون مریضی نبود. دیشب داشتیم با حسن فرخی از این حرفا میزدیم و دو ساعت راجع به این قصه و داستانا و شعرها و هنر مقاومت امروز و تئاتر و بازیگری و قصه نویسی. چون حسین استاد دانشگاه و مدرس این گونه، برای من خیلی جالبه که این بچه های ایران که این همه اینجوری هن، چرا با جمهوری اسلامی نمی جنگن؟ خب خودشون فکر میکنن که این گونه جنگه. اگر واقعا جنگ داشته باشه درود به شرفشون. اونایی که نمی کنن، اونایی که میان فیلم می سوزن مردم غیر واقعی نشون میدن، اونایی که میان شعر می نویسن، دروغ می نویسن، دست و لب شمی علی خامنه‌ای و خلیفه بارگاه و شب شعرش رو دست می گیرن. یک سری آدم ملغلقی هستیم که گیر افتادیم اینجا، نمیدونیم هم چیکار کنیم. عمر جوانیمون هم تموم شده و من حاضر نیستم، من اینجا قبل سکوت نکردم، اصلا حاضر نیستم سکوت کنم، به وجدانم برمی خوره.
خدا شعر ما ازم میگیره به جان خدا. چاکرتم. همیشه گفتم من هیچ کی نمیترسم، من خدا هم نمیترسم، برای اینکه من خدا رو دوست دارم. میفهمی دوست داشته یعنی چی؟ نمیفهم. چون من خدا رو دوست دارم نمیتونم ازش بترسم. اگه دوستش دارم نمیترسم، عاشقشم، باید زندگی میکنم. خدا همه، بابا همه، مادر همه، وجود همه، اندیشه همه، تفکر همه. یه نظم منظمی است نیکو که من رو همینجوری نگه میداره. کمرم عمل میشه، پام اینجوری میشه، اونجا اونجوری میشه، اینجا اینجوری میشه. وقتی احساسات در من قلیان پیدا میکنه که به هر قیمتی سکوت نکنم، چون یه دقیقه بعد دیگه معلوم نیست چی به چی و کی به کی باشه، هر چی تنت هست و میذارم یادگاری بمونه. شما هم هر کاری دستتون برمیاد بریم بکنین، هر توطئه‌ای هم دستتون برمیاد بریم بکنین و بدونید زنده باد آزادی، زنده باد زندگی مرگ و مرگ و تاریکی و نیستی. خودتون رو نجات بدید. با من کاری نمیتونین بکنین. من صاحب دارم میگه نه، نگاه کن. خدایا همه انسانایی که قلبش رو پاکه رو در پناه خودت یه جوری نگهشون دار که ذلت و خاری نمیرن. چه بگم، همه تو ممنونم، دست همه تون درد نکنه. خلاصه اینجوریه، جمهوری اسلامی کمری بسته که ما رو عبازی بیرون کنه، نمیتونه. چند ساله آرش شاه تیموری، آرش جون هم مریضه، براش آرزو سلامتی میکنم، قلبش عمل کرده. اردشیر بهرامیان، سردار محمد رضا مدحی، علیرضا نوری‌زاده، علیرضا مهبودی، کرم و مایون، یک قطعه ما اینا افشا کردیم یه دوره و اینا میخواستن من حذفم کنن. زاکری پاکری و رفیق پنجاه ساله هم عوستا هم همیشه اونو پنهان میکرد و به من نمیگفت اون زاکریه. و روزی هم که من پیشنهاد همکاری با جمهوری اسلامی کرد، جوابی که بهش دادم، البته بعد از دو سال زنگ زد به من گفت من اشتباه شنیدم. گفتم چطور حالا بعد از دو سال متوجه شدی من اشتباه شنیدم؟ باری بر تقدیر این قصه قصه ادامه داری و هر بار یه جور. ولی با این آقای حمید که به قانون دروغ میگه، به خدا دروغ میگه، به وجدانش دروغ میگه، به همسرش دروغ میگه، به اون تلویزیون، به اون دوربین دروغ میگه. من به جد تو رو در سفیر دیدم، مثلا دیده بودم مگر تلویزیونی که اومدم بعدم دیگه رفتم دیگه ندیدم. و این نداریم. زنده باد زندگی، مرگ بر مرگ، زنده باد آزادی، زنده باد آزادی. حیف که نمیشه از تو گفت از تو نوشت، حیف که نمیشه از تو گفت از تو نوشت، و الا می نوشتمت، با مژه بر می داشتمت، رو تخم چشم می داشتمت، به جای قرآن مجید، به جای قرآن مجید می بردمه رو آینه شم دون جهاز مادرم می داشتمت. حیف که نمیشه از تو گفت از تو نوشت، و الا می نوشتمت، ندیده دوست می‌داشتمه، به جای برکت خدا می‌بردمت تو سفره نقش قلمکار حریر اصفهان، از دل جون می‌داشتمت. حیف که نمی‌شه تو از تو نوشت، و الا می‌نوشتمت، می‌بردمت، می‌داشتمت لای بر و روی بهار، تو آب دریای شمال میشستمت، میکاشتمت، به جرم بد خاطر خواهی توی دلم میکشتمت، به خط خوش تو روزگار، به رسم یاد و یادگار تو قصه ها میداشتم. تصدق سر چشات یه وقت دیدی نوشتمت، خدا رو چه دیدی شمالی گفتی و شعری آدم اومد، شمالی گفتی و شعری آدم اومد، مثل شیرین که بود فرهادم اومد،
بلند گفتم ها مردم چه سادم، یه باری رو دوش فریادم اومد، همه چیزا که یادم رفته بودن همش چشم بسته از سر یادم اومد. خزر با ماهیا و گیل مرداش، زنا و بچه ها و پیر مرداش، با اون گوش ماهی های رنگ و رنگاش، همه ریز و درشتا و بلنداش. آی شمالی بوی بارون داره کوزت، نظر مکتب بره طفل رفوزت، بذار مکتب بره طفل رفوزت، نرو خوش باش و قلک خالی بفروش، بذار بار زمین بردارش از دوش، کمک کن تا خرابا رو بتادی برای ساختن چون منم روش، همه عالم فدای تاری از موش. شمالی گفتم و شعر یادم اومد، مثل شیرین که بود فرهادم اومد، بلند گفتم آهای مردم چه سادم، یه بار رو دوش فریادم اومد، همه چیزا که یادم رفته بودن همش چشم بسته از سر یادم. خزر با ماهیا و گیل مرداش، با اون گوش ماهی های رنگ و رنگاش، با اون ریز و درشتا و بلنداش. آی شمالی، آی شمالی بوی بارون داره کوزت، نظر مکتب بره طفل رو بوده، نرو خوش باش قلک خالی بفروش، بذار بار زمین بردارش از دوش، کمک کن تا خرابا رو بسازیم برای ساختن چون منم روش، همه عالم فدای تاری از موش. تناب و پاره کن زنجیر و بنداد، بزن باز از سر نو زیر آواز، از سر شعر بخون آواز تر کن، بخون و خونده هاشون رو از بر کن، تمام شالیکارا رو خبر کن، همه دریاها رو زیر و زبر کن، بدون فردا دیگه آزادی داریم، هزار تا ده بده آبادی داریم. شمالی بوی بارون داره کودت، به خدا ایران میسپارم اتون، شمال زیبا، جنوب زیبا، خلیج تا جاودان پاک، قسم راست من فقط جون خلیج فارس، زنده باد آزادی. تا برنامه بعد بهتون گزارش میدم تمام لحظاتی رو تا پیش از دادگاه و اونچه که در جامعه در این مورد اینها ایجاد کردن و ترور شخصیت ها، شایعات، قصه ها، داستان های بسیار و دشمنان اینقدر دارن اینها که من میدونم تا همین شب صدها کلیپ مستند مردم میفرستن در اینکه مردم آسی شدن دست اینا، کاری ازشون برنامه بیچارا، یه سری هم تو خونه نشستن به جای دم پختک و اشکنه پختن بلند شن میرن تلویزیون اینجا دور میشینن یا فال میگیرن. یا خلاصه اینه، زنده با زندگی، مرگ بر مرگ، زنده باد آزادی تو قلبمه. همه تون بچه ها درود به شرفتون که با هم بودیم، تا میتونیم شعر کنیم بذاریم ملت ایران بشنون و ببینن توته و شانتاژ جدید تیم آگهی جمهوری اسلامی در دبی چی میگه. بدرود.